نام خالق هستی بخش سلام عرض می کنم خدمت همه شما خانواده ها و فامیل های محترم شما عزیزان بیننده شما عزیزانی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستین جان و سپاس از حضور گرمتان ما هم امروز در روز اولین روز هفته مهمان خانه های شما عزیزان هستیم شما خانواده های محترم هموطنیم خدا کنه که جور سرطمند باشین و دلها و قلب هایتان پر باشه از مهر و مهربانی و محبت و آرامش سهم دلها و قلبهای شما عزیزان باشه که همیشه توکلتان به خدای بزرگ هست امیدوار هستم که جور من باشین و امروز هم با ما همگام و همراه در برنامه روشنها شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری ما هم امروز با شما عزیزان هستیم و یک صحبت و گفتگوی بسیار خوب و زیبایی داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم خواهر خوب کارشناس محترم برنامه خانم دکتر رضایی عزیز در استودیو حضور دارن که سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید میگیم خدمت ایشان سلام خانم دکتر رضایی و خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم موارد سلام و احترام دارم محضر شما همکار ارشد بند و همینطور همین بیرندگان عزیز این برنامه ای هستم که در این ساعت و لحظات انشاءالله قرینه و سلامتی با شادابی و با نشاط همراه با اعضای خانواده شان ما توفیقی رو داشته باشیم که در خدمتی عزیزان باشیم و آنچه که گفتگو کنیم در یه برنامه مورد استفاده همه عزیزان قرار بگیریم بله حتما همه قسم هست عزیزان بیننده و خانواده های محترم و ما استفاده میبلند و آگاهی های لازم را انشالله پیدا می‌کنند چرا که همه خانواده های عزیزی که بیننده های برنامه روشنا هستند جز خانواده هستند که همیشه دوست دارند که با یک آگاهی زندگی و بر حال امورات زندگی خودشان را بگذرانن ما در زندگی یک ارزش داریم یک ضد ارزش داریم ارزش های زندگی ما و شما چه چی چیزهایی میتونه باشه وقتی خوب فکر کنیم میبینیم که بله ارزش های زندگی ما همون باورهای ما هست همون عقاید ما هست و همون رفتارهای ما هست که بسیار میتونه خوب و مفید باشه مثل خیرخواهی مثل اعتدال میان روی خوبی ها راستگویی ها محبت کردن تواضع ها همه ارزش های زندگی ما هست و اما میخوایم بیایم ببینیم که ضد ارزش ها چه چی چیزهایی هستن در زندگی ما و اینها رو بیایم بحث کنیم و گفتگو کنیم به خصوص برای والدین عزیزی که اینها رو انتقال میتن به فرزندان خودشان و به آینده خب خانم دکتر رضایی میخوایم بیایم ببینیم که ضد ارزش ها که والدین عزیز ما اینها را انتقال نتن به نسل آینده به فرزندان خودشان بسیاری از ارزش ها در زندگی ما هست که اینها اگر انتقال پیدا کنن خب مفید هست ولی بسیاری از ضد ارزش ها در زندگی ما هست که اینها باید متوقف شود باید جلوی از اونها گرفته شود بله. اینو انتقال پیدا نکنن نسل به نسل و هم قسم پیش بره و خدای نکرده زندگی ها دچار مشکلات شود اینها چه بله. چیزهایی میتونن باشن تشکر از شما بابت توضیحی که دادید همطور که خوب بینندگان عزیز به خصوص و دست از عزیزانی که برنامه بله. دنبال میکنن و این پس بله. از ابتدا پیگیری کردن میدانند که موضوع اصلی ما بحث انتقال ارزش ها ارزش های تربیتی توسط والدین به کودکان و به اطفال بوده خب ما ارزش رو تعریف کردیم اهمیت و ضرورت انتقال ارزش ها رو گفتیم و بعد رسیدیم که خب کدام ارزش ها تعدادشون بسیار بسیار زیاد است ولی بلد. یک سری از ارزش ها که اولویت بیشتری داره در بحث خصوصا برای اطفال و کودکانی که والدین به اونها احتمال بیشتری داشته باشند دقت بیشتری داشته باشند و تلاش بکنند که او ارزش ها رو اول در وجود خودشان پیاده بکنند به عنوان الگوهای عملی و اصلی ترین به عبارتی پایگاه های تربیت پدر و مادر والدین بنیان تربیت هستند چون در خانواده نقش مرکزی و نقش اصلی را دارن خب اینا میتوانن که مفاهیم رو و باید که مفاهیم رو به کودکان انتقال بدن خب بعد بس مایی بود که خب بیایم ارزش ها رو اول در وجود خودمون ایجاد بکنیم و بعد به عنوان والدین تلاش بکنیم که ارزش ها به فرزندان ما و نسل های آینده ما به عنوان بنیان های زندگی بشر به عنوان, عنوان پایه هایی که زندگی ما را مستحکم میکنه به عنوان به عبارت کیانی که از همون باورها و اعتقادات ما محافظت و مراقبت میکنه اما در کنار او خب ممکن است این مسئله مطرح بشود که آیا ما به عنوان مثال در فعلیت جامعه خودمان به صورت خاص بس جامعه خودمان را مطرح میکنیم در فعلیت جامعه و فرهنگ افغانستان آیا احیانا یک سری از مفاهیمی را داریم و یک سری از رفتارها یک سری از باورهایی را داریم مم. که احیانا در جامعه بسیار بسیار رایج است بله، رواج دارد بله. و مورد استفاده قرار میگیره ولی متاسفانه ارزش نیستند ضد ارزش هستند مم. بله نه ما برای اونها نه به اصطلاح دلیل عقلانی منطقی داریم نه مثلا فرض کنید پشوانی اعتقادی و مذهبی دارن بله. و نه به لحاظ منطقی به لحاظ حقوقی یا حتی مثلا بگیم که منفعت اقتصادی متاسفانه یک سری از مفاهیم و رفت حالا وقتی که میگه مفهوم مفهوم را میپردازیم گاهی بسیار از اونها تبدیل به یک عادت رفتاری شده در جامعه ما که دفیقا. اینها وجود دارند که همونقدر که انتقال ارزش ها بسیار بسیار مهم است و وظیفه والدین است که تلاش بکنن در اول اینکه او ارزش ها را در خودشان ایجاد بکنن و بعد انتقال بدن دهاله. به همون اندازه مهم است که پدر و مادر دقت داشته باشن که این ها را اگر احیانا دارند اول در شخصیتشان در رفتارشان در سبک تربیتیشان واقعا از بین ببرن باید. و تلاش کنن که اگر به هر دلیلی در جامعه طفل اونها کودک اونها نوجوان اونها داره به سمت اونها میره تمام تلاش بکنن که خدای نکرده اطفال نادن. اونها و فرزندان اونها در این دردش ها گرفتار نشن چون واقعا مانند یک زندان میمانه میمونه که انسان اسیر اونها بشه یکی که تشخیص بترن بسیار مهم بله خب ببینید ما برای ارزش ها همونطور که عزیزان ما در جلسات قبلی داشتیم این که خب ارزش ها چرا هست چه چیز ارزش هست کجا بشناسیم گفتیم که خب ارزش ها یا منشه اقلانی دارند ده. یا منشأ اعتقادی دارند یا منشأ به عبارتی فهم و منطق و درک یا مثلا حقوقی هستن بالاخره ارزش ها را ما از یک مبنای از یک منشأ و یک منبعی میگیریم اما متاسفانه از کجا بفهمیم که ایزه در ارزش هست هر زمانی که ما در ارزش داریم می‌گیم که بالاخره منفعت وجود اونها مفید است برای فرد و برای جامعه متاسفانه ما در ضد ارزش ها تنها چیزی که داریم همون شیوع اونها پراکندگی اونهاست ولی که نکته ای که مهمه و باید واقعا با نگاه عاقلانه به اونها نگاه کرد و منطقی با اونها برخورد کرد برخورد کرد است که این رفتارهایی که بعضا در جامعه ما حتی شایع و رواج هم داره نه منفعتی داره نه پشتوانه عقلانی داره نه پشتوانه اعتقادی داره و نه بلاظ حتی حقوقی و منطقی بلاظ اقتصادی مورد تایید هست به تناسب وقتی که در برنامه ما هست و سه تا از درزش ها را در سه ساعت وجودی انسان در جامعه و در متاسفانه وضعیت فعلی کشور خودمون مورد بررسی قرار میدم یکی یعنی ساعت احساسی است یکی <applause> ساعت شناختی و دیگری ساعت رفتاری یعنی یکی رفتاری که الان انجام میدیم یکی در بعد شناختی تفکراتی که در فرهنگ ما متاسفانه موجوده و گاهی تبدیل به یک ارزش میشه برای بسیاری ها و یکی هم از بحث احساسی خب به تقدم که اول فکر مقدم است و بعد احساس و بعد رفتار همونطور ما پیش میریم اولین مبحثی که به عبارتی میشود گفت که یک نوع مبحث شناختی و فکری و اندیشه است ضد ارزشش در جامعه ما تحت عنوان تعصب بله متاسفانه متاسفانه ببینید ای که بگیم فقط ما داریم نه این فقط مربوط به جامعه ما نیست در همه جواب انسانی موجوده ولی با کمال تاسف به عنوان یک واقعیت تلخ فرهنگی و اجتماعی حداقل این است که در طول چهار پنج دهه اخیر تمام دنیا می شود گفت که کشور هم. ما را و مردم ما را با یک فهم شناختن او که اینها تعصب دارن تعصب چی داریم تعصب قومی داریم تعصب زبانی داریم تعصب مذهبی داریم و متاسفانه شاید او... یعنی هم به همون ترتیبی که گفتم یعنی م... یکی از مشکلات جدی که در جامعه ما و در واقعیت عینی جامعه ما وجود داریم اینه که ما معنای ملت شدن در ما بسیار کمرنگ به خاطر اینکه به جای اینکه یک کل واحد باشیم قومیت های متعددی هستیم که طبعا. هر کدامم بر هم و قومیت خودمان به شدت متأثر داریم بله. و هیچ کدام ما نمیخوایم و دیگری را بپذیریم، قبول بکنیم و یا به او احترام بگذاریم. تعصب چیست؟ من به بحث ریشه ای و اعتقادی و لفظ ادبیش کار ندارم ساده میگم به خاطر که پدر و مادر و عزیزی که لحظه برنامه رو میبینه دقیقا بدانه مقصود من چیست هرگاه خانم زهوری هرگاه در مورد شیعی در مورد چیزی در مورد شخصی در مورد رفتاری حتی در مورد یک باور و اعتقادی بیش از اندازه بدون دلیل و نابجا عصبانیت به خرج داد یعنی به اصطلاح به خود آفرین رگ گردن من رگ به خاطر چیزی زد که اصلا دلیل منطقی براش نبود رگ گردن ما به خاطر چیزی زد که اصلا ای, ای لازم نه به جا نبود به اندازه نبود این درست رفتاری که از طرف مقابل مثلا زده کار ازش نیست ولی نیاز به این اندازه از خشم و برخورد و خشونت و تحقیر و ظلم نبود گاهی وقتا حتی پا رو از دایره رفتارها مثلا فحاشی و مثلا فرض کنید رد کردن می داریم کنارتر وارد به عبارتی این زمینه بله ظلم می کردن میریم و بعد وقتی آه. پیش خودمان مثلا متاسفانه میگیم که خب حقشان است ما برتر هستیم ما بالاتر هستیم اینا باید هم قسمی باشن اینا فلانین حالا اول بحث تعصب قومیتی است تعصب قومیتی یعنی چی ببینید ما در قرآن پروردگار متعال حالا در جلسات پیش هم میره و خدمت عزیزان ما گفتیم ما در آیات قرآن خدای سبحان میفرماید ما یعنی خود اراده الهی بوده که شما را متکسر و متنوع در شعوب و قبائل مختلف شعب شعب با نژادهای مختلف رنگ پوست های متفاوت با زبان های متعدد و همینطور با افکار متفاوت اگه. با فیزیک مختلف هر کدامتان در هر قاره و در هر کشور یک شکل شمایل خاصی دارید پروردگار اونطور میفهمد اراده ما بوده ما شما را این آفریدیم بعد چرا آفریدیم لتعارف و به خاطر که هم دیگه رو بشناسید این تنوع و متفاوت بودن تان زرر این که نداره هیچی بسیار کمک کننده است به خاطر چی؟ به خاطر که خود تفاوت جلب توجه میکنه کنجکاو میشه به وقتی که یک کسی که غیر از ماست زبانی غیر از زبان ما داره گویشی غیر از گویش ما داره بالاتر از او قومیت او با ما فرق میکنه داله. حتی مذهب او با ما تفاوت دار تلاش کنم برای نزدیک شدن به او و بعد سعی کنم که حرف او رو بشنوم، صحبت او رو بشنوم نه به معنای اینکه گاهی وقتا ما بسیاری از عزیزان خصوصا در بحث مثلا تعصب مذهبی که مطرح میشه، مظورشان نیست که بگن که خب هر کسی اعتقاداتی داره، آدم که نمیتوان از اعتقاداتش ما مظور ما از این که تعصب مذهبی نداشته باشیم به هیچ عنوان این ام. نیست که بر اندیشه ها، باورها و اصول مذهبی و دینی خودمون پایبند نباشیم، فعلا. تعهد نداشته باشیم. نه، بلکه این تل... دست از این انحصار طلبی برداریم ببینید متاسفانه یک واقعیت تلخی در جامعه ما ما بسیار دیدم عزیزانی هم که زندگی میکنن موقعی مثلا فرض کنید رای دادن حتی تایید کردن پذیرفتن در بالاترین ارکان تا پایین ترین ارکان نه فقط دولت و حاکمیت حتی مردم اخلاقی رفتاری به کسی میگن مثلا فلانی رو میشناسی همین آدم برای فلان کار خوب است اولین فیلتری که به ذهن ما میآید است که خب مال کدام قوم هست؟ از از کدام است از, از کدام مذهب است از کدام م... ما... حتی متاسفانه محلش کجاست منطقه کجاست شا... چرا هر چقدر که او به من نزدیکتر باشه ما انتخاب احسن. میکنیم احسن. ام... یعنی عصبانیت خشم چرا نه دیگری نباید باشه چرا دیگری نباید باشه ما چیز دیگه ای نیست یعنی دقیقاً با این فیلتر وارد میشیم ما بسیار دیدم با کمال تاسف بسیار در داور است که حتی در میان اندیشمندان ما. حتی در میان آدم هایی که نخبه های جامعه ما هستند این واقعیت که ما یک ملت هستیم باید تلاش برای ملت کر... برای ملت شدن و برای ملت باقی ماندن بکنیم متاسفانه میبینیم همین این اینکه تاکید میکنم ببینید اینکه هر کدام از ما مثلا قومیت متفاوت داریم زبان متفاوت داریم آداب و رسوم و فرهنگ متفاوت داریم مذهب ما دین ما همه اسلامه در جامعه خودمون داریم بحث میکنیم مذهب متفاوت داریم سر جای خودش همه او بایسته ها جای خودش ولی ترجیح بلا مرجح ما بر تو برتری دارم به این دلیل یا من میتوانم که با وجودی که تو شایسته تر از من هستی به خودم این اجازه رو بدم که تو رو پس بزنم فقط به دلیل که تو هم قوم من نیستی به دلیل که تو هم زبان من نیستی به دلیل که تو هم مذهب من نیستی موارد بسیار, بسیار در جامعه ما اگر میخواهیم ما با عنوان والدین لطف بزرگی و اون واقعیت حقیقت وظیفه ما رو نسبت به اولادمان انجام بدیم ام. برای اینکه آینده جامعه ما ببینید ما عزیزانی هستن که با تلخی بسیار زیاد میگن که مثلا پیرمرد ما میگه که من از جوانی در این, این مملکت خیر ندیدم بوده نه. جنگ بوده بوده ناامنی بوده بوده مثلا فقر بوده هیچ پیشرفت نکردیم خب این چه اتفاق افتاده از بیرون همش بوده نه یک قسمت از از, از ماست که هلی. بر ماست دوست. اگر واقعا تمایل داریم که ان نسل‌های آینده ما بهتر زندگی کنن به عنوان والدین وظیفه خودمون بدانیم که اول ای پردره ای حجاب را از پس ذهن خودمون پس بزنیم که همه بندگان خدا به عنوان انسان حق ای را دارن البته شایستگی قطعا باز تاکید میکنم بله بلنیست. در آنچه که اعتقاد داریم پایبند باشیم ولی خدای نکرده هیچ وقت انحصار طلب و یا متاسب نباشیم نباشیم بله وقفه آماده نشر است تقدیم شما عزیزان و همچنان با ما باشیم تشکر از همراهی گرم همه شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم و پدرها و مادرهای عزیزی که همکنون بیننده برنامه هستند امیدوار هستم که تا آخرین لحظات همراهی کنین بیننده برنامه باشن و مثل همیشه گفتم اگر سوال و پیشنهاد و انتقاد دارین حتما با ما در ارتباط باشین نمبر واتساپی را همکاران زیر نویس میکنن حتما یادداشت کنین و با ما در ارتباط باشین و اگر سوالاتی در ذهن تا برنامه ما به و زنده هست میتونین همکنون سوالات خودتان را از کارشناس محترم برنامه پرسان کنین و پاسخش را دریافت کنین موضوع برنامه ما ضد ارزش های رایج در فرهنگ ما هست که انشالله بتانیم این ضد ارزش ها را که تعصبات قومی یا هر موضوع دیگه هست که امروز گفتگو میکنیم انشالله که بتانیم اونها را انتقال نتیم به فرزندان و به نسل آینده و بتانیم زده ارزش ها را به ارزشها تبدیل کنیم تا که زندگی موفقی داشته باشیم خب خانم دکتر رضایی ما پس به اعتقادات یعنی هر دین و مذهبی که داریم حال نسبت به سایر افراد دیگه با دین و مذهب و با سیاست دیگهی که دارن کوشش میکنیم که احترام بگذاریم بله درست است یعنی با خود ما پایبند هستیم به دین خود ما به اعتقادات خود ما به مذهب خود ما به همه چی اعتقادات خود ما با, با, با پایبند پای بند هستیم داره بله تلاش می‌کنیم که به دیگران هم احترام بگذاریم با بله. از ای که این احترام حفظ شود بله, بله از کجایی رو آوردیم از سنت پیغمبر خودمون از سیر و سلوک پیغمبر و از سیر و سلوک ائمه خدا علیه مسلوات الله اجمعین ما در زندگی اونها میبینیم بینیم که با مخالف خود خب ببینید مخالف رو تایید نمی کرد نظر او رو نمی پذیرفت می که آن این قسمت از آنچه که تو میگویی برخلاف باورهای ما سیا داری باطل میگی امه. ولی مادامی که مثلا فرض مثلا به عنوان مثال پیغمبر ما با یهود ده. با یهود مدینه تایفه های متفاوت از یهود مدینه در مدینه زندگی میکرد کرد. حالا تا اون زمانی که اعلام جنگ نکرده بودن پیغمبر میگفت کار جزیه تونه بزنین زندگی تونه بکنین زمان وارد جنگ شدن چون وارد جنگ شدن پیغمبر هم برای اونها جنگید یعنی مادامی که اونها به اصطلاح در آرامش و صلح زندگی میکردن اونها زندگی خود کردن و مسلمانان هم زندگی خودشان میکردن وقتی اونها شروع کردن به آغاز جنگ و جنگ رو مثلا در جنگ خیبر بالاخره یهودیان اطراف مدینه است و وقتی که اونها شروع کردن پیغمبر هم متقابلا به عبارتی دفاع و به قضیه جنگ نیست دیگه اصلا کلا اسم دفاع به خود میگیره خب این نکته اول نکته دوم در بحث احساسی است ما اصولا این از کجا میگم چون به حال تحقیقی است که صورت گرفته و اتفاق افتاده در میان فرهنگ مردم ما یک به عبارتی احساسی وجود داره که او احساس است که ما در دو تا طایف کاملا قابل مقایسه است ای که برتری و انگار برای شایسته بودن یا باید مثلا طرف اصل و نسبی داشته باشه که حالا به یک نحوی برمیگرده به همون تعصب ما متاسفانه و یا اینکه مثلا اتفاقی که ما دیدم بسیار هم رایج است اهل علم ما اونهایی که دانشی به دست میارن بله. متاسفانه هم هم سنگ با ای دانشی که به دست میارن بالاتر که میرن ای حتی جامعه هم ایره ترویج کرده و پذیرفته که اهل علم ما به یک نحوی خودپسندی و غرور بیشتری دارن یک احساس خود برتربینی بله. من دیدم که عزیزانی که مثلا به عنوان مثال فرض بگیرید دانشجوهای خود مد دانشگاه هیچ وقتی یادم نمی رفت که وقتی مطرح می کردیم های تربیتی ره یک دانشجوی مثلا سر سنف خیلی باز یک زبان خیلی راحت با یک حالت خیلی ساده می میگفت که استاد اصلا مادر پدر ما که این ای گپایی که شما میگین که اصلا نمیفهمند آ از اصلا ببینید اصلا نمیفهمند بعد به یک حال همون لحظه ای که داشت این واجره را استفاده کرد من احساس حقارت را حتی یعنی نگاهی این فرزند او مثلا فرض کنید دانشجوی سمستر سوم است بله دوازده سال مثلا در دوره ابتدایی اگه... درس خوانده سه سمستر اونجاست این سیزده و نیم سال درس خوانده در طول این سیزده و نیم سال به این نتیجه رسیده که پدر مادر او هیچ ببینید اصلا نمیفهمن امه. امه. این نگاهی که متاسفانه جامعه را میره رواج میده به صرف ای که کسی مثلا مدرک لیسانس داره به صرف ای که کسی مثلا ماستری داره یا حتی دکترا داره یا بالاتر از او ببینید او به عبارتی مفهوم اساسی که در دین ما و در ارزش های انسانی بسیار مطرح است است که هر کی چقدر که فرد پربارتر دانش او بیشتر آگاهی او بیشتر به هم اندازه متواضع پذیرنده تر امه. ببینید ما در مورد وجود نازنین پیامبر اکرم که به با عنوان بالا اعتقاد اون سرور مم. کائنات اشرف مخلوقات برترین پیامبران بالاترین آخرین پیغمبران که ختم کرده نبوت رو مم. ما داریم که این وجود نازنین او یکی از ویژگی های مطرح در اخلاق پیغمبری است که بسیار متوازه بسیار متواضع است در فرهنگ جامعه ما یه به یک نحوی تاکید وریس که ببینید یعنی مثل این که ما در قرآن داریم که نکرمکم اتقاکم بله. شایسته ترین شما بزرگوارترین شما اون که تقوا بیشتر داره بله. ولی در جامعه ما برعکس ببینید مثلا به عنوان مثال ما بسیاری را دیدم خانم زوری وارد یک کلینیک میشیم من میدانم یقین دارم که اینمی نرسی که امی آدمی که میایه مثلا همین پیشکاری رو زرخ کنه تزریق کنه کنه اینمی آدم حد اکثر ده کلاس بیشتر سواد نداره یک دوره رفته مثلا کمک های اولی دیده و جالب اینجاست که من به اون میگم دکتر سایب، دکتر سایب، دکتر سایب و بعد احساس دکتر بودن اونقدر در وجودی آدم پر رنگ حتی اگر دکتر هم باشه ده. حالا اولا اینکه این دکتر نیستی دکتر که نیستی حالا به فرض هم که دکتر باشی دکتر بودن تو بعدی آدم به یک جایگاه میرسه که به خودش اجازه میده که نحوه برخورد او با او بند بند خدا که اومده بیمار است تو هم وظیفه خودی داری انجام میده تو به خاطر این تزریق کردن داری پول میگیری و یه آدم به تو لطف میکنه اون فرنگ جالبی که در میان مردم ژاپن هست که به جایی که ف... خریدار از فروشنده تشکر کنه ای فروشنده است که سر تعظیم بارها و بارها خم میشه تشکر میکنم که آمدید به مثلا به مغازه من و دکان من از, از, از... خرید کردی خب تو ام. که اگه واقعا تو خریدار نبودی که من فروشنده به جای نمیریسی بله. این در جامعه ای ما متاسفانه یک چیز رایج است احساس خود برتربینی که چون من تحصیلات فلان است و یا من دختر بچه کاکای کا مثلا خواهر فلانیستم ام. فلانی مثلا فلانی که میشناسین که با دو تا نسب به من میرسه مثلا قومندان فلان جاست آه. فلانی که مثلا بچه کاکای فرض کن همسایه ماست رئیس فلان خب گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل, حاصل. این غرور و خودپسندی که مثلا با... که باز میگم ریشه در تعصب داره یکی بحثه در متاسفانه بسیار خصوصا در طول سالها بسیار زیاد شده که هر کسی که مثلا به میزانی سطح سواد او بالا رفت همون اندازم غرور و تکبر و و این فاصله ها را بیشتر کرد بله. یعنی اگر تحصیل کرده ما اگر نخبه جامعه ما مردمی تر برخورد می کرد ام. ما راحت تر می توانستیم فرهنگ آمر را رشد بدیم کشوری که رسانه های او مردمی نبودن در طول سالیان یا فرصت نداشته که رسانه ها آموزش عمومی بده بله. یا که فرصت پیدا کرده متاسفانه یا رقص تمرین رقص کردن یا مسابقات رقص گذاشتن مسابقات آهنگ گذاشتن یا بسیار و کم پرداختن به فرهنگ عمومی دستم. خب پس وظیفه تحصیل کرده ها و اندیشمندان و بزرگان است ولی این متاسفانه مشکلی که وجود فاصله بسیار زیاد است دستم. بین نخبگان جامعه در همه جامعه ممکنه که فاصله باشه ولی در جامعه ما زیادتر است حالا که نباید نباید مم. اتفاق بیفته دستم. باید اندیشمندان ما آگاهان ما سطح سواد جامعه ما خود با تحصیل فرهنگ کرده سازی آفرین آه. تحصیل کرده های ما یاد بگیریم که برخوردشون با در جامعه ای که چهل سال جنگ داخلی یا جنگ و فرصتی برای فرهنگ سازی برای ارتقاء فرهنگ عمومی نبوده همه باید معلم باشیم همه باید یاد بگیریم که خوبی ها را نش بدیم و ولی اگر که بر اساس یک مدرک هکت که کاغذی ده. که روی اون مهر مثلا وزارت تحصیلات خورده من لیسانس دارم یا من مستری دارم یا من دکترا دارم ده. باعث بشه که حتی از خانواده حتی از پدر و مادری که مرا تربیت کردن آه. کیلومترها فاصله بگیره اونقدر که به خودم اجازه بدم که بگم اینا اصلا نمیفهمند این دیگه متاسفانه بسیار بسیار چالش بزرگی است که ضرر میزنه قطعا بلی. به ماهیت جامعه و به ماهیت افراد دقیقا مالا اگر که خوب فکر کنیم بسیاری از مادر و پدرهایی داریم در جامعه خود ما که شاید سواد نداشته باشن حتی سواد خواندن نوشتن نداشته باشن ولی اولادای وارد جامعه کردن تقدیم جامعه کردن که هر کدامشان انجینگر بودن بله. دکتر بودن و به واقعیت افتخار میکنیم به وجود یک قسم والدین و قسم مادرها و پدرهای عزیزی که تلاش کرد زحمت کشیدن و فرزندانی را تقدیم جامعه کردن که هر کدامشان میتونن باعث شکوفایی و رشد کشور ما باشه بعد از یک میان برنامه همچنان همراه کنیم برنامه روشنه را <الله> محمد المصطفى بیننده خانواده های محترم در رابطه با ضد ارزش های رایج در فرهنگ ما صحبت می کنیم و چقدر خوب است که کوشش کنیم که ارزش های زندگی خود ما را بشناسیم و اونها را بالا ببریم و انتقال بتیم به نسل بعدی ارزش های خوبی که می بسیار مفید باشه در زندگی های ما باعث پیشرفت خود ما و پیشرفت جامعه ما پیشرفت فرزندان ما شود و این ارزش ها به واقعیت بسیار بسیار ارزشمند هستند در زندگی و بیایم ضد ارزش ها را هم بشناسیم ببینیم که این ضد ارزش ها در زندگی چقدر میتولن مانع پیشرفته ما و فرزندان و جامعه ما باشه اینها را داریم بررسی میکنیم با خانم دکتر رضایی و منتظر هستیم که در بخش پایانی قسمت بعدی از صحبتتان را بشنویم نسبت به این بله تشکر از شما خب همونطور که به خدمت بینندگان عزیز مطرح کردم اینه در ما در سه قسمتی که در بحث شناخت و اندیشه هایی من که خب مطرح شد که او متاسفانه ضد درزشی که در فکر و اندیشه ماست بحث تعصب است ضد درزشی که مربوط به احساسات ماست یک تفاخر فخ فروشی خود بر تربینی حالا که با سکید کردم در جامعه علمی ما بیشتر هست یا اینکه که نسبی و قومی و من مثلا فلانی هستم و فلانی های. هستم و تیکه سوم که انشالله در همین دقایقی که در پایان برنامه در خدمت عزیزان هستین در بحث رفتار ببینید یکی از رضایل به عبارتی هم رفتاری و هم اخلاقی که به صورت خاص در قرآن به صورت ویژه مورد تاکید هم قرار گرفت که خداوند دوست نمی دارد ان الله لا يحب المسرفين خدا به هیچ عنوان هیچ گونه به هیچ وجهی اسراف کنندگان را دوست ندارد متاسفانه با وجود اینکه خانم زوی ما جزو کشورهای فقیر جهان هستیم <تصفح> جزو کشورهایی هستیم که توسعه نیافته ایم جزو کشورهایی هستیم که به لحاظ رشد اقتصادی رشد علمی رشد مثلا فرض کنید ناخالص ملی به شدت ما متاسفانه در رده های پایین قرار داریم اما azutaraf یعنی در کشوری با این همه محدودیت ها نمیگیم ما کشور فقیری هستیم ما بسیار ثروتمندیم حالا ثروت های ما فقر ما آره، باشه اف اصلا بر شما ثروت های ما حالا هم میشود گفت که الحمدلله خدا رو شکر هم میشود گفت که متاسفانه همه زیر زمین نیست به بله. اصطلاح یک عزیزی ما رو انگار روی گنج خوابیده ایم آه و یکی هم اصلا جغرافی های خود ماست که خودش آه. گنج است اگر به شکل درستی استفاده بشه که الان متاسفانه جغرافی های ما تبدیل به دردسری شده که دائما محل تزارب متاسفانه ابرقدرت های عب اطراف هستیم ولی مشکلی که وجود داره است که با وجود او ضعف های جدی که حقیقت تلخی است که در جامعه ما وجود داره اگر او رو بیایم مقایسه بکنیم او به اصطلاح ضعف در مقابل کیفیت رفتارهای عادی در جامعه ما اصلا قابل قیاس نیستن یعنی کشوری که جزو رده های به اصطلاح آمیانه تر خودمان جهان سومی است کشوری که جزو فقیرترین کشورهای دنیاست کشوری اه. که متاسفانه فلج اطفال نزدیک به دوده هست است که در جهان ریشه کن شده اه. ولی هنوز ما فلج اطفال داریم بله. کشوری که مثلا در خیلی از موارد که دنیا او را پشت است. خیلی از مشکلات و چالش هایی که همه کشورهای جهان تقریبا او را مثلا آمار بی سوادی بله. بسیاری از کشورهای جهان مطلقا بی سواد ندارن حتی همسایه های دورور ما بسیاری از خل... یعنی بسیار م... میزان بسیار کمی بی سواد ولی ما هنوز که هنوزه آمار بی سوادی ما بسیار با این وضعیت یعنی جاهای بسیار زیادی که ما اگر مثلا ثروتی هم داشته باشیم باید او قسم سرمایه گذاری کنیم برای از بردن به این بردن اونها تمام ثروت های به اصطلاح شخصی یا حتی گاهی وقتا بسای دولتی یا غیر او هم استفاده که میشه که میشده و خب ممکنه الان هم اتفاق بیفته ایست که ما اگه اینا رو مقایسه بکنیم مثلا یک نگاه خیلی ساده به کیفیت مجالس عروسی افغان ها داشته باشیم بله حالا فکر کنیم و تفاوت احسن تفاوت یعنی ببینیم. اگر تالارهای عروسی کابل را کسی ببینه امه. از این نمای بیرونی اونها که دقیقا آدم را یاد قصرهای مثلا پادشاهان قدیم میندازه تا ورودی ها تا سبک و سیاق چیدمان و, مجالس و نکته مهم سبک پذیرایی کردن یعنی در مجالس عروسی ما آدم حیران میمانه که چطور ممکن است یک نفر آدم ظرفیت خوردن پنج 6 مدل شیرینی میوه تر و میوه خشک رو داشته باشه نه. و در کمتر از دو ساعت روی میز او یک, ق... یک به اصطلاح سینی یا مجموعه غذا رو مانده باشن که یازده مدل روی او هم خوراکی است از جمله 6 مدل گوشته بله. تصور کنی چطور ممکنه که یعنی آدم تو به لحاظ منطقی و عقلانی مم. چطور ممکنه یک آدم این قسم می است زوری این چقدر ظرفیت داره که خب ما این عادی فکر کنم بیشتر به خاطر چشم هم اصلاً ب... ها و نشان دادن و معذرت میخوام ضعف در آگاهی ما, ما, دینی من با ما با اصرا... نه باور دینی ما نه چه... نه باور اسرا نه یعنی اصلا چه ضرورتی به این همه خرج کردن ببینید ما بحث شعن رو بله. بحث جایگاه اجتماعی رو مم. و بحث مم. عرف رو در اسلام داریم عرف صحه گذاشته میشه ولی چه قسم عرف اصلا این چه مدل عرفه یعنی من یک بار و یک عزیزی توضیح میدادم گفتم مثلا ساعت 11 و نیم 12 ده مثلا فرض کن محافل خانم ها وارد تالار میشی بعد از اون طرف ساعت 3 و نیم 4 خب جمع و میشه علاوه که زمستان هم هست و هوا زودتر تاریک میشه نهایت 4 خب چهار از دوازده تا چهار من حساب کردم بیست و چند مدل خوراکی روی میز رد و بدل میشه خوبی چه ضرورتی بیگه این خود اسرافه اصلا بسیار هم تلخ خون زوری به خاطر که کیک رو مثلا روی یک یک میز یک کیک کامل رو میمانن و آدم مثلا چهار نفر هفت نفر ده نفر خب آدم که کیک بخوره خب طبیعتا میدونی شیرینی ها جلوی آدیگه اشتهار خب بعد کجا اون همه دیگه جا داره و آدم بلکه فکر میکنن با همین خرج میتونه دو سه تا رستامات دیگر هم مثلا بیان و زندگیشون تشکیل بدن رستامات با رست همین همین همی خرج ببینید کسی نمیگه که مطابق مخالف شنتان کار نکن چرا مطابق ولی انمیز اضافه ها رو یک یا دو مدل میوه بدین یک یا دو مدل شیرینی به اندازه داره. کافی نهایت مثلا در مجموعه های نونتان دو مدل گوشت باید مثلا از اون برن احسن. یک سرمایه گذاری از... کنن برای یک نفر یک کار یک کاری کشوری که, که, این همه فقیر است این همه ما مشکل داریم یک هزینه کنیم برای ساختن یک بله. سرمای یک سرمای کتاب خان برای, برای کار یک بله. کتاب یک گوشه دفت. هزینه کنیم برای خریدن دو ست تا تا کتاب دست هر قفصه دست ای همه فقیری که ما کشوری که چهل سال در حال جنگ انتحاری دیده و کشت و کشتار دیده بسیاری خانواده ها بسیار بسیاری از خانواده خا... سرپرست اونها بانوست خانومه و این نیاز به همیاری ام. و کمک داره چه اشکالی وجود داره چرا بله. ما یعنی ببینید این اندازه کارافرینی کنن خانم وزایی یک کارافرینی کنن کارافرینی انجام بتر یک تولیدی را به یک تعدادی کسایی که بیکار هستن بیاین اونجا جمع کنن بشانن برشان, برشان کارافرینی کنن و تولید کار کنن حالا برشان. ای که ای, ای جایگزین کنن مشکل بعدی چیست وقتی که ای تبدیل به فرهنگ در جامعه ما شده امه. چه بسیار جوانها که موفق به ازدواج نمی‌شند به دلیل اینه که یک دهم ده این مجلس بله. نمیتونه هم تو خرج چه بسیار جوان رعنا و رشید و واقعا شایسته ای که مم. وقتی, وقتی که او یعنی فرهنگ ای شده ارزش بله. یعنی میای وارد مثلا جلسه خواستگاری میشه همه او ویژگی هایی رو که ما مطرح کردیم اتفاق میفته میرسن به بای پای بحث جدی مثلا مجالس و شیربه ها و نمیدانم مهری و فلان مم. بعد رسما خانواده پد... عروس خانم اعلام میکنن که ما حداقل یک مجلس سنگین خو ملیس سنگین خب مجلس سنگینتان چیست؟ حداقل هزار نفر دعوت ما دیدم متاسفانه در کابل تالاری که حد هد... یعنی هزار یعنی هزار نفر وقتی ببینید دواجه ممکن است یک ثانیه وقت بگیره ولی هزار نفر پذیرایی کردن و هم با 20 تا چند تا مدل انواع و اقسام این چه قسم عروسی گرفت خب اصلا از اسراف به طور ک... کلی قابل قبول نیست اصراف. و یک ضد ارزش هست ولی در جامعه ما دارین برای زوری من یک نکته ای رو مطرح می‌کنم چرا ما به این سمت رفتیم که ای ارزش می‌دانیم به خاطر که های حقیقی در ما بسیار کم رنگ است یعنی وقتی شما اصل را پر رنگ نکنی الماس را نگذاری که به درخشه سنگای رنگی رنگی جای الماس را میگیرن در جامعه ای صد از اصراف وجود داره که او آدم تمام ضعف های وجودی خودش رو میخواهد با بیریزو به پاش ها توجیح بکنه اگر من طوری تربیت کنم فرزندم را که آنقدر عزت نفس داشته باشه که به خودش و حتی به همسر آیندش اگه دختر است به شوهرش بگویه و اگر مرد پسر است به همسرش بگویه خانم جان مجلس هم میگیریم چون عروسی ولیمه عروسی از مستحبات بله ما ارزش های فرهنگی و عرف ماست مجلس ما نمیگیریم به قاعده یعنی ما اگر یک مل... مجلس خرد برای یک دختر گرفته شود یعنی هر میشه این گپ نباشه متاسفانه مشکل بعد مشکل اساسی در فرهنگ ما هست ببینید که چرا میگم که چون دیگه یعنی خانواده احساس میکنن که یک نوع یک نوع ارزش گذاری برای فرزند اونها است اگر فلان مجلس گرفتن چه شأن ما شأن ما به چیست شأن ما به فضیلت های انسانی ما نسبت به آگاهی های ما نسبت به دانش ما وقتی در جامعه ارزش ها کم رنگ میشه بازم تاکید میکنم وظیفه اصلی خانواده ها دارن بله. پدر و مادری که از طفلی به بچش هر و خوره تحسین کرد به خاطر چشم ابرو و قد و بالا یا به خاطر برندی که مثلا کفش تو برند است و نمیفهم پتلون نت... پتلون ایرم و با 500 خریدم و جفت کفش ایرم و 700 خریدم ام. مادری که داره قسم تبلیغ میکنه به فرزندش میگه ارزش تو به کالای است که تنت است تو خودت ارزش نیستی نیستی بچم راست با چیم با ادب است بچم مثلا بسیار خوب گپ اینا رو تبلیغ کنیم یعنی از همون ابتداد فرهنگ خانواده ام. به فرزندان خودمون بگوییم ویژگی های ارزشمند تو او چیزی است که بله. خودت برای او زحمت کشیدی تلاش کردی در وجود خودت کمایی کردی نه اینکه خدای نکرده ارزش تو وابسته به که چقدر طلا ده گردنت است بله. مارکی کفش چیست در کدام تالارت بله. مجلس عروسی به خاطر, خاطر, خاطر به مردم زندگی نکنیم رقابت های داشته. منفی نداشته باشیم بله. چشم هم چشمی ها رو حذف کنیم اینها همه هم میتونن بله بله چشم هم چشمی ببینید بگیم که حذف کنیم بخوام زوری هست خب بله. بله. ولی یاد بگیریم که من یک اصطلاحی رمشو به کار میبرم میگم تقوای گریز نداشته باشیم تقوای ستیز داشته باشیم مقابله کنیم مقابله, مقابله کن مقابله کن ببینید بگیم که یعنی اگر این این باز چه،, چه،, کسانی در رأس قرار میگیرن باز همون نخبگان جامعه ما همون بزرگان جامعه ما چه بزرگی دینیست چه بزرگ حتی اقتصادی بله. چی میشه یک مندی واقعا اینو فرهنگ کنیم بگه که دعوت بکنه بعد بگه اقوام به هم مجلس عروسی همون میزان متعارف شه شد. بله. بگه قوما من میتونستم مثلا 50 لک روپیه در مجلس عروسی بچم خرج کنم بله. حالا 10 لک خرج کردم همه شاهد باشیم 40 لک مجلس نه که فکر کنین خصیصی کردم چون مثلا پشت سر ما گب نباشه و فلان بله. ف... اقوام شاهد باشین که من 12 لک روپیه رو 10 لک کردم اینمی این این سند ای که من مابقی پولی را که اینجا خرج میکنم فلان کار کردم به قول شما به سه تا جوان دیگه دادم که سه تا اونها یا چهار تا اونا یا پنج تا اونها با, با هزینه های کمتر زندگی کنه که مم. او شعن و جایگاه هم حفظ مم. شود و قدم بگذاریم برای سنت حسنه <applause> من زن سنتان حسنا ای آدم نسل بعدی آدم و تا زمان قیام قیامت هر گاهی کسی یاد کنه خدا پدر فلانی را بیامرزه که در مجلس بچش در مجلس دخترش ای قسم کار کرد اگر یک نفر آدم از این تبعیت بکنه کفایت میکنه بله ان که همه قسم شوه و به امید خدا که بتونیم این قسم ارزش ها را در زندگی خود ما جایگزین کنیم بله، و ضد ها را حذف کنیم از زندگی ما زنده باشین تشکر خوام و, و از باشن. همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین برنامه ما را سپاسگزار هستیم تا دیگه که باز هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان خواهیم شد شما را به خدا میسپاریم خدا نگهدارتون اللهم